سلام یاد خداوند مهربان، سلام عصر بخیر، به کاربار از یک خوش آمدین. آغازگر برنامه ما سرخط مهمترین اخبار اقتصادی. ایجاد انستیتوت ملی معادن به کمک حکومت هند و رکود منطقه یورو شدیدتر می شود. توجه کنین به نخستین خبر، ایجاد انستیتوت ملی معادن به کمک کشور هند در افغانستان. سفیر هند روز گذشته در دیدارش با رئیس جمهور کرزی از موافقت این کشور برای ایجاد انستیتوت ملی معادن در افغانستان خبر داد و گفت که کار عملی این انستیتوت به زودی در کابل آغاز می گردد. جزئیات بیشتر. قرار است به زودی کار عملی ایجاد انستیتوت ملی معادن به کمک مالی حکومت هند در کابل آغاز شود. سفیر هند در کابل روز گذشته در دیدارش با رئیس جمهور کرزی از موافقت حکومت هند برای ایجاد نخستین انستیتوت ملی معادن از کمک بدون بازپرداخت آن کشور به افغانستان خبر داده گفت که چنین درخواست در جریان سفر اخیر منموهن سینگ نخست وزیر هند به افغانستان از جانب وزارت معادن کشور مطرح شده بود. وی گفت که حکومت هند کار عملی ایجاد این انستیتوت را در آینده نزدیک در کابل آغاز می کند. در این دیدار که آقای اسرومادورای رئیس شرکت تاتا و مشاور نخست وزیر هند در بخش توسعه مهارت ها نیز حضور داشت، حامد کرزی از وی خواست تا شرکت تاتا در زمینه استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کند و تجارب نزدیک به یک قرن این نهاد را با افغانستان شریک نماید. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که همچنان حامد کرزی از مشاور نخست وزیر هند خواست تا در بخش توسعه مهارت ها در مناطق روستایی با حکومت افغانستان همکاری کند. حامد کرزی به این مقام هندی اطمینان داد که حکومت افغانستان تمام سهولت‌های لازم را برای سرمایه گذاری شرکت تاتا در افغانستان مساعد می‌سازد. خبرنامه افزوده است که آقای اسرومادورای رئیس این شرکت و مشاور نخست وزیر هند در بخش توسعه مهارت‌ها با بیان خرسندی از فراهم بودن فرصت‌های خوب سرمایه گذاری در افغانستان علاقه‌مندی‌اش را برای سرمایه گذاری در عرصه معادن ابراز کرد. و رکود شدید منطقه یورو ادامه دارد. نتایج بررسی های تجاری نشان می دهد که رکود منطقه یورو در ماه اپریل ادامه یافت و بررسی های مارکت پی ام آی نشان می دهد که رشد اقتصادی آلمان نیز مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با رشد منفی روبرو شده است. جزئیات بیشتر. نتایج بررسی های بازرگانی نشان داد که رکود منطقه یورو در ماه اپریل ادامه یافت و از رکود شدیدترین بلوک در سه ماهه دوم حکایت دارد. شاخص مدیران خرید پی ام آی بازار نشان می دهد که فعالیت بازرگانان آلمانی نیز همانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با رشد منفی روبرو شده است. این شاخص که فعالیت هزاران شرکت را بررسی می کند و معیار خوبی از شرایط اقتصادی است، از 46.5 واحد در ماه مارس به 46.9 واحد در ماه اپریل صعود کرد. اما این شاخص اکنون در پایین سطح 50 قرار دارد که مرز میان رشد و انقباض اقتصادی در طی یک سال است. رقم اعلام شده برای اپریل بسیار پایین تر از رقم مشاهده شده در جنوری و فوریه است. اقتصاد منطقه یورو طی 5 دوره سه ماهه گذشته کوچک شده است و افت بیشتر برای سه ماه اول سال 2013 پیش بینی شده بود. اقتصاددانان رشد ناچیزی برای سه ماهه دوم پیش بینی کردند، اما این شاخص نشان می دهد که حتی این انتظار نیز بسیار خوشبینانه است. صنعت خصوصی حدود 2/3 از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهد. به گزارش رویترز، بانک مرکزی اروپا هفته گذشته در جدیدترین اقدام برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی، نرخ بهره مبنای خود را به رقم اندک 0.5% کاهش داد. تا لحظات دیگر با ما باشید. با کاربار از یک خوش آمدید. هند جوانان افغانستان را آموزش های مسلکی در بخش کشاورزی می دهد. در این مورد بحث را با آقای مجید الله قرار، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه دیدیم که ایشان به کاروبار خوش آمدید می گم. سپاسگزارم از حضورتان در کاروبار. تشکر، سلام با شما و با بینندگان محترم تلویزیون. تشکر. آقای قرار، آقای کرزی دیدار که با رئیس کمیسیون کشاورزان هند داشت، رئیس کمیسیون کشاورزان هند به افغانستان وعده سپرد که به خاطر جوانانشان که آموزش های فنی و مسلکی در بخش کشاورزی ببینن، کورس ها یا نهاد های تحصیلی را فراهم می سازن. در این مورد می خواستیم با شما صحبت داشته باشیم. هندوستان خو یکی از کشورهایی بوده که فعالیتش در افغانستان بسیار زیاد مثبت بوده، بخصوصی که اینا همکاریشان بیشتر در بخش اقتصادی بوده. یکی از سرمایه‌گذارای بسیار عمده ای که در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده، بخصوص در اعمار مجدد افغانستان، کشور هندوستان بوده و خوشبختانه سکتور زراعت هم یکی از سکتورهایی بوده که هم از یک سو مورد توجه هندوستان بوده و هم
از سوی دیگر یکی از سکتورهایی هست که بسیار مساعد است برای جذب همکاری های از کشور. به خاطر از اینکه ما مشابهت های بسیار زیادی را در این سکتور با هندوستان داریم، دهقان های ما از لحاظ توانایی اقتصادیشان تقریبا، ما دهقان های کوچک زیاد داریم، دهقان های کم زمین زیاد داریم که هندوستان هم با همچو وضعیت زراعتی را داره. اقلیم هم در اکثریت جاها ممکن زیاد توافق کنه. بله. مشابهت های فرهنگی هم که طبعا روی زراعت تاثیر داره، بسیار زیاد تاثیر گذار است. و همی که هندوستان خودش یک مارکت است برای محصولات زراعتی، او خاطر در تولید زراعتی هم اگر هندوستان علاقه مندی بگیره و در قسمت سرمایه گذاری کنه، اما مسئله مطابقت تولید با خواسته های بازار هم در نظر گرفته میشه. به این اساس هندوستان یکی از کشورهایی است که میتونه در سکتور زراعتی افغانستان بسیار نقش مثبت و نقش خوب را داشته باشه. تقریبا 4 سال پیش در این سفر جلالت مآب رئیس جمهور به هندوستان، یکی از پیشنهاداتی که از سوی افغانستان برای هندوستان مطرح شد این بود که اینا در بخش ظرفیت سازی سرمایه گذاری کنند، در بخش تعلیمات زراعتی و همچنان در بخش تقویت نهادهای تحصیلاتی زراعتی در افغانستان. و خوشبختانه که پاسخ از اونا از اون وقت مثبت بوده و ما در اینجا رو بحث بودیم که یک موقعیت خوب را برشان تعیین کنیم که یک پانتون و اولین پانتون ملی زراعتی افغانستان را بسازن. و بالاخره به توافق رسیدیم و اینا اعلام کردن پوهنتون در ولایت قندهار ساخته میشه، در فارم ترنک در ملحقاتش تقریبا 4000 جریب زمین به اختیار. یعنی فارم چی ویژگی داره که باید پوهنتون اونجا ساخته شه؟ یا ماشه مسئله دیست که تحقیقات که یک فعالیت بسیار مهم است و ترویج که یک فعالیت دوم است و تحصیل و خود مؤسسات تعلیمی، اینا باید در زیر یک چتر آورده باشن، آورده شوند و یک هماهنگی بسیار تنگاتنگ باید بین از این سه مؤسسه وجود داشته باشه. و یکی ما در پهلوی تحقیقات فرمای تحقیقاتی دانشگاه ها رو پانتونا رو می سازیم، طبیعی که تاثیرش بسیار خوب است بخاطر از اینکه هم زمینه کارهای عملی شاگردان در و محصلین در فرمای تحقیقاتی مساعد میشه و هم از تحقیقات ما در پانتونها استفاده میشه که اونا نصاب خود را و کارهای تحقیقاتی خود را خوبتر انجام بتن و هم بالاخره نیازمندی های عینی زراعتی که در یک منطقه خاص میباشه امو در تحصیلاتش در نظر گرفته میشه. دیگه یعنی از نگاه موقعیت جغرافیایی و قسمت را که شما به نظر رسید بسیار مساعد است، بسیار آماده است و همچنان امکانات زیاد و خوب در ولایت قندهار برای ایجاد همچه یک، البته خود می پانتون که است هستش یا اساسش هم مرکزش در قندهار می باشه و کمپس های مختلفش و بخش های مختلفش انشاءالله در ولایت مختلف افغانستان عمل خواهد کرد. ما در کابل هم همچو یک پلان داریم که یک مرکز را بسازیم که او یک نقطه ارتباط با متخصصین هندوستان باشه که در کابل ساخته شوه و طبیعی است که کارهای از پانتون در آینده گسترش پیدا میکنه. ما البته هدفی است که پانتون رو که گرچه یعنی اکثریت پانتون های افغانستان پانزده های زراعت را دارن، بله. اما امتیاز از این پانتون بایدی باشه که از لحاظ کیفیت، از لحاظ داشتن امکانات تحقیق بخصوص امکانات کار عملی و همچنان از لحاظ از این که مثلا ممکن زمین های تحصیلات در رشته های ماستری را و دکترا را فراهم کنه در آینده، این باید امتیازی تر باشه. آقای قرار شما در اگر مقایسه ما صحبت بکنیم، این مرکز آموزشی که بر جوانان که به خاطر کشاورزی آموزش میبینن، اگر در مقایسه با دانشکده زراعت که در پانتون کابل است، در دانشگاه کابل است، چه قسم میتونیم مقایسه کنیم؟ اول کیفیت بلند کدامش میتونه داشته باشه؟ اول خویش که در اکثریت پانزده های زراعتی ما موضوع نصاب یکی از موضوعات یکی از مشکلات بوده، نه تنها در سکتور زراعت، در دیگر سکتورها هم نابهنگام درآورده شدن نصاب، یعنی ناپدید شدن نصابی که اصلی تر شوه یکی از معضل ها بوده و در این قسمت انشاءالله این پانتونی نوی که ایجاد میشه، در سابق در پانزده های زراعت وزارت زراعت نقش چندان زیادی را در مدیریتش خود عالم نخواد داشتن، اما در خود طرح‌ریزی نصاب و مسائل هم نقش بسیار زیاد را نداشت. ای که در ایجاد از این پانتون وزارت زراعت نقش خود را می داشته باشه، ای اصلا با تقویت یا جنبه
تطابق پذیری علومی که در اینجا آموزش شد میشه با شرایط افغانستان بسیار زیاد کمک میکنه. مثلا ما اولویت های ترویجی را در نصاب تبعیض که باید در نظر بگیریم، باید بفهمیم که چی موضوعات خیلی زیاد افغانستان برش ضرورت است که عموم موضوعات باز در نصاب گنجانیده شود. موضوعاتی را که معلق باشه، که موضوعاتی باشه که بسیار زیاد مثلا محل تطبیق نداشته باشه او را یک محصل فرا بگیره، طبیعی است که او باز او قدر زیاد موثر نمی باشه. دیگه ایست که ما در آینده اگر از طریق از پانتون بتوانیم که در رشته های تخصصی مثلا برای ولایت قندهار ما کارمند ترویجی را ضرورت داریم که در بخش انار معلوم است که خوبتر معلومات داشته باشه، در برای ولایت بامیان یک کارمند را ضرورت داریم که در بخش کچالو معلوماتشان زیادتر باشه. این تفاوت عمده یکی از تفاوت ها همیست که ما روی نصاب از پانتون جدی تر عمل میکنیم. تفاوت دومی است که پیشتر عرض کردم که زمین های تحصیلات فراتر از لیسانس در پوانتون مهیا میشه که یک راه را برای داشتن تخصص های خاص فراهم میکنه. و موضوع سومی است که ما امکانات کار عملی این تحقیقات را که با ملحق به پوانتون داره ممکن در پوانتون های دیگه مثلا برای هر پوانتون یک داشتن یک فارم تحقیقاتی در پهلوی پوانتون میسر نیست. بله. اما برای ازی پوانتون طبیعی است که اوجا امکانات تحقیق زیاد می باشه، امکانات لابراتواری برای ازی که محصلینی که فارغ میشن اونا در دوره تحصیل خود کارهای عملی را انجام بتن، از این امکانات زیاد برشان فراهم خواهد بود. و سوم چهارم یک موضوع بسیار مهمی است که این پوانتونی را که ما میسازیم تقریبا چهار پوانزه می داشته باشه که مثلا مالداری است که برای زو یک پانزه تخصصی است و برای باغداری یک پانزه تخصصی است و برای غلجات یک پانزه داریم در پانتون، ولی برای بخش پروسس محصولات زراعتی هم در یک رشته خاص وجود خواهد داشت. و در پهلوی ازی در بخش حفاظه نباتات یک رشته تخصصی خاص را خواهد داشت. یک انشالله یک دانشگاه یک پانتونی بسیار امتیازی خواهد بود و یکی از مراکز خوب علمی زراعتی به سطح منطقه. یعنی خوشبین هستی نسبت به ایجاد ای پهانتون. تشکر. پس از وقفه برمیگردیم، با ما باشید. به ادامه کاربار خوش آمدید. خب آقای قرار، در رأس پهانتون یا دانشگاه زراعتی که در ولایت قندهار ایجاد میشه، متخصصینه که اینجا فعالیت میکنن از کشور هندوستان هم تشریف دارن ندارن؟ طبعا برای کشور هندوستان چون این مسئله را بسیار جدی گرفته، یک تیمی را، یک کمیته خاص را برش ساخته که در رأس از او کمیته یکی از متخصصین بسیار برجسته هندوستان که یکی از بنیانگذاران و انقلاب سبز هندوستان یا پالیسی که برای انقلاب سبز هندوستان مورد تطبیق بود هست. بله. و اونا در رأسی از تیمی هستند که سر هسته از پانتون کار میکنن از تخصصی، اما خود مدیریت از پانتون طبیعی است که مانند مؤسسات تحصیلات عالی دیگر مربوط به وزارت محترم تحصیلات عالی می باشه. وزارت زراعت فقط در بخش تهیه نصاب و همچنان در بخش فراموری امکانات تحقیقاتی برای محصلین ای پوانتون را حمایت خواهد کرد. بسیار خوب. آقای قرار، در قسمت ایجاد مرکز ارتقای مهارت‌ها در بخش زراعت در کابل هم کار صورت گرفته، یعنی صحبت‌های داشتین با کشور هندوستان؟ ما فقط یک مرکز را می‌خوایم در اینجا ایجاد کنیم که یک محل ارتباط باشه با متخصصین هندوستان. بله. که در قدم اول بعضی صحبت‌ها صورت گرفته، البته طرح ما نهایی نیست که کجا ساخته میشه، در کابل دقیقاً در کدام ساحه ساخته میشه. یک مقدار زمین را که اونا در فارم تحقیقاتی بادامباغ خواسته بودن، در اوجه متاسفانه امکاناتی ما بخاطر اجازه نمیداد که او یگانه فارم بزرگ تحقیقاتی زراعتی ماست که ما نمیخواییم او را با تأسیسات و امکاناتی از او را محدود بسازیم. بله. با اعمار تعمیرها و این مسائل با امو خاطر ما موافقه نکردیم، اما طبیعی است که ما امرایشان همکار هستیم که تا یک محل بسیار خوب مساعد دیگه را برشان به اختیارشان قرار بدیم که بتوانن از او من حیث یک نقطه ارتباط با متخصصینشان و یک محل هماهنگی با ادارات و نهادهای زی داخل کشور اینا استفاده کنن. بله. آقای قرار، در آخر اداره مرکزی احصایه یک گزارش به نشر رساندن و گفتند که سهم وزارت زراعت یا سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار پایین بوده. در این مورد میخوایم گفتنی های شما رو داشته باشه. یکی دلیل چی بوده؟
یکی از دلایل خو اول خو است که سهم بسیار زیاد پایین نبوده، ممکن یک تفاوت فیصدی را ما هم مساله داشته باشیم، به خاطر از اینکه زراعت یکی از سکتورهایی است که آسیب پذیر است از امکان از وضعیت های محیطی، از اقلیم، مثلا یکی از سکتورهایی است که متکی به باردگی ها هست، در معرض خشکسالی ها هست. طبیعی است که وقتی که تولیدات ما پایین میاد، طبعا سهم زراعت هم در عموم در تولیدات ناخالص کشور یک حدی پایین میاد. اما در عموم در سالهایی که ما برندگی های خوب داشتیم، مثلا سال 88 را همی گزارش را که شما اشاره کردین، سال 88 به طوری یکی از سالهایی که تقریبا وضعیت ما خوب بود از لحاظ سهم زراعت در جی دی پی کشور مثال داده شده است. دو سال بارندگی بسیار خوب بود، وضعیت زراعت افغانستان بسیار خوب بود، ما تقریبا نزدیک به حد خودکفایی در تولید گندم بودیم که اون سالا را ما از لحاظ شرایط اقلیمی کمتر در افغانستان داریم، به خصوصی که افغانستان اقلیمش سطح بارندگی هایش به او حد دائما نمیرسه. اتکای ما به بارندگی ها یکی از علتهایی است که باعث پایین آمدن و بالا رفتن یعنی نوسانات در تولید میشه که طبعا سر از این مسئله تاثیر داره. و یک مسئله دیگه است که طبیعی است که تا یک حدی یعنی سکتورهای دیگه که رشد میکنه با رشد سکتورهای دیگه سهم زراعت باید هم تا یک حدی پایین بیاید. و ما نباید هم افغانستان یک کشوری باشه که بر دائم تنها زراعت هم و ملجهش باشه و تنها اتکا و افغانستان یک کشور زراعتی است. اما با امکانات دیگه را هم ما داریم و تنها زراعت نمیتونه که کلی ضرورت اقتصادی افغانستان را. طبیعی افغانستان یک موقعیت بسیار خوب را از لحاظ تجارت داره، اگر او حیثیت خود را ما اعاده کنیم و افغانستان من حیث یک حب تجارتی حیثیت خود را احیا کنه، طبیعی است که سهم زراعت از این قدم ممکن پایین بیاید چون سهم سکتورهای دیگه بالا میره. دی قسمت هم یکی از فاکتورها همی بوده که سهم سکتور خدمات افزایش یافته، طبیعی است که او به حساب سهم سکتور زراعت و سکتورهای دیگه تمام میشه. اما از یک بود دیگه اگر دیده شود که خود جی دی پی بالا رفته، در قسمت وقتی که خود جی دی پی بالا رفته بسیار زیاد نگرانی باید وجود نداشته باشه که سهم یک سکتور پایین میره و بالا میره. ما البته ما توقع ما هم همیست که ما بالاخره باید در سکتور معدن مثلا سهمشان در سهم از اون سکتور در خب اشاره شده در این گزارش که صنعت سهمش پایان بوده در تولید ناخالص داخلی. بله در این گزارش خو به سالهای خوشحالی مثال داده شده که سالهایی که ما مشکلات زیاد داشتیم، از این سال 90 ما سهم جی دی پی ما بالاتر از رقمی است که در گزارش نشان داده شده، تقریبا 27.5% سهم زراعت افغانستان در جی دی پی افغانستان بوده است. بسیار خوب آقای قرار، با چنین مشکلاتی که برمیخوریم پلیسی وزارت زراعت چیست یا مکلف به چی تدابیر است که باید با چنین مشکلات ما برخورد نکنیم؟ یکی از طبیعی است که وزارت زراعت خو باید در قسمت رشد حاصل خیزی زراعتی، در قسمت تنظیم درست منابع طبیعی که زراعت روی نصار است و هم در قسمت تقویت تشبسات و تقویت اقتصاد زراعتی و بالاخره تجارت های زراعتی، صادرات زراعتی باید کار خود را انجام بده که دو سه قسمت ما مثلث زراعتی را که داریم وزارت زراعت مطابق با استراتژی که داره شدیداً کار میکنه. شما شاید هستین که مثلا مساحت تحت آب یعنی تحت آبیاری هم مثلا تقریبا 28 هزار هکتار زمین اضافی تحت آب در آورده میشه، یا مثلا مساحت باغداری با شدت رو به توسعه است، یا مثلا توزیع تخم اصلاح شده بذری. یک چیز را که باید عرض کنیم این است که موضوع خدمات از اون ناحیه ما مشکل چندان زیاد را نداشتیم. اکثریت مشکلاتی که وجود داشته است مشکلات غیر زراعتی، مشکلات خارجی بوده، یعنی فاکتورهای خارجی باعث شده که زراعت متضرر شود. در خود در داخل زراعت یعنی که ما خدمات زراعتی را بهتر ساخته باشیم وضعیت خیلی بهتر شده، ای که باز به مارکت نمیرسه. یا مثلا و یک موضوع دیگر باید اشاره کنم، خود قیمتگذاری محصولات زراعتی که او باز روی موضوع سهم زراعت در جی دی پی تاثیر بسیار زیاد داره، او هم یکی از مسائلی بوده که در نظر گرفته نشده. قیمت ها متاسفانه قیمت های
سال 88 در نظر گرفته بله. شده در حالی که بله. اینجا تولید کوکنار رول عمده خدا داره. اگر بهای محصولات زراعتی بلند بره و او کشاورزای ما که کوکنار کشت میکنن اینا دست بکشن و دیگر محصولات زراعتی را کشت بکنن و به بهای بلند به فروش برسانن، این خودش در تولید ناخالص داخلی کشور کمک بزرگ نمیکنه؟ طبیعی است کوکنار باید جایگزین شون با محصولات خوب بله. مثل زعفران طبعا اما اینکه چرا کوکنار کشت میشه تاثیرات یعنی او هم پیشتر هم عرض کردم بله. که اکثریت علل خارجی میباشه غیر زراعتی میباشه. کوکنار چرا کشت میشه؟ به خاطر از اینکه کوکنار یکی خون امنیه ها با زارعین کوکنار و یکی مثلا دیقان ممکن مجبور ساخته شون ممکن تشویق شون ممکنه که انواع مختلف حمایت هایی که یک دلیلش شما پایین بودن بهای حاصلات زراعتی نمیدانین که دهقانان رو میارن به کشت کوکنار؟ نه خیر خودی پایین بود چون ما تقریبا 12 محصول را ما تشخیص کرده ایم که محصولات عادی افغانستان هستن به طور معمولی کشت میشن و قیمت هر یکی آید هر یکی از اینا بالاتر از کوکنار است. انگور یک محصول عادی است آیدش بالاتر از کوکنار است. مسئله دیگه مسئله مارکت است. یکی کوکنار مثلا مارکت داره و مارکتش هم بیرونی است و مارکتش یعنی بر دیقان این مسئله فروش بسیار آسان تر می سازه و همون خاطر یکی از انگیزه ها همی بوده که دیقان ها از فروش کوکنار خود و قدر زیاد نگران نیستن و کوکنار رو میارن. یک مسئله مارکت است. مسئله دومی است که مردم آگاهی ندارن، کاملا از این خبر ندارن که محصولات دیگه شنیدن مثلا که کوکنار یک محصولی است که ممکن عاید ایجاد داشته باشه. اما مثلا محصولات عادی افغانستان را مثلا انار را اگر شما با کوکنار مقایسه کنین تقریبا از فی هکتار زمین عواید کوکنار ممکن حدود تا حدود 4000 دلار باشه اگر قیمت زیاد باشه نه. اما از فی هکتار انار تا حدود 18000 یعنی 15 الی 18000 دلار میتونن مردم عاید داشته باشن. خود عدم پایین بودن سطح آگاهی هم یکی از علت ها بوده که مردم باز هم علی رغم از اینکه محصولات دیگه را داریم محصولات عادی را داریم قیمتش نسبت به کوکنار به مراتب بالاتر است اما باز هم به کوکنار رو میآورن. دیگه اکثریت یعنی علت های روآوری مردم به کشت کوکنار علت های غیر زراعتی بوده، ای که مارکت برش وجود داره، قاچاقش مثلا کنترل نشده و متاسفانه بازار داخلی مصرف مواد مخدر هم رو به گسترش است. مردم یعنی احتیاط زیاد میشه که دو قسمت نمیخواد در قسمت چیست ما خدمات ترویجی را باید تقویت کنیم، نوعیت های بسیار خوب را از محصولات را باید معرفی کنیم که در اون قسمت انشاءالله کار میشه اگر فرصت بود که باید صحبت کنیم سرش. ما باید مسئله مارکت را جدا تعقیب کنیم، پیگیری کنیم که مارکت های خوب پیدا شه و بازاریابی صورت بگیره. امکانات پروسس که ارزش محصول بعد از رفع حاصل باید افزایش پیدا کنه، باید مهیا شوه. همین که ما امسال 8 باب سردخانه را میسازیم فوق العاده تاثیر خوب را روی قیمت محصول خواهد داشت که طبعا اثر میگذاره روی تولید یا کشت کوکنار. و همچنان در قسمت حمایت مالی دیقان باید کار شوه، ای که ما امسال بانک انکشاف زراعتی را ایجاد میکنیم یکی از این مشکلات بسیار عمده را حل میکنه چون کوکنارکاران اکثریتشان حمایت میشدن از سوی قاچاقچیان، پولشان بر وقت پرداخته میشه، برشان قرضه داده میشه و این حمایت ها بر محصولات دیگه در سابق مهیا نبود. ای که ما بانک انکشاف زراعتی را امسال احیا میکنیم یکی از این مشکلات عمده انشاءالله که خود نبود حمایت مالی برطرف میشه. تشکر از حضورتان در کاربار آقای مجید الله قرار. تشکر از شما، زنده باشید. این بود برنامه کاربار امروز که تقدیمتان شد. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که در ساعت 5 با همکاران بخش خبر مونیز باشید. خدا نگهدار.